در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دیدگاه های مختلف در رابطه با دستاورد امارت اسلامی کار و تحصیل زنان ارائه شد روزا اتانبایا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت که اختلاف نظر با دولت سرپرست افغانستان مناسب است اما گفتگوها باید با آنها ادامه یابد در ملاقات با مقامات دولت سرپرست افغانستان در مورد شماری از اختلاف نظرها از جمله تحصیل زنان و دختران کار و ایجاد حکومت همشمول صحبت شده است برای تعامل با امارت اسلامی باید از راه برد ارزیابی شده دیگر استفاده کرد و درهای گفتگو نباید بسته شود زبیه الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اخیرا در پاسخ به نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته که امارت اسلامی به حقوق همه شهروندان متحد است او برای ایجاد یک محیط امن و مطمئن برای کار و تحصیل زنان تلاش می شود. د پاکستان اسلامي مراد د خپل ادب او ټول حقوق څنګه اسلام او شریعت ورکړي دي افغاني ټولنه یې تاریخي هغه ټول ورکړي دي دوم دا چې د تعلیم او د کار په موضوع باندې دی او د خزو د اخلاق مستقامت د لاډاډو اطمینان او د عزت خوند کی دوپو مخه باندې ځینې خدمات لاسلاندې ستکمل سي دا پروسه به هم حل شي اقای مجاهد میعرضید که امارات اسلامی در دو سال گذشته علاوه بر تقویت امنیت سرتوسری دستاوردهای بزرگی داشته است و جهان باید بر اساس این حقایق قوانین سن را به درستی قضاوت کند. نړی په مسلم مثبت تعامل ورې پاکستان کې کوم صوبات راغلي د دینستر کې پټې نسې پاکستان کوم نظام راغلي د دینستر کې پټې نس په مدرګو متن کې د پاکستان چوکیه قانون ته وسپارسې د ټولې ستونو دی بندیزونو موضوعات حل سي همدار از د افغانستان او په کنګرسو په یوه سپی باندې کنګل شوی دی هغه بیرته را رد او د هیواد اقتصاد سره کومه در همین حال نماینده چین در نشست شورای امنیت از اقدامات امارت اسلامی برای ثبات و قدرت اقتصادی ستایش کرده و از جامعه جهانی میخواهد بدون توجه به مسائل سیاسی به حمایت و ارائه کمک های بشردوستانه به افغانها ادامه دهد ده تلاش‌های امارت اسلامی باعث تقویت امنیت سرتاسری در افغانستان شده و سطح خشونت به میزان قابل توجهی کاهش یافته تحولات و تلاش های مثبت امارت اسلامی باید مورد حمایت قرار گیرد مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده غیرقانونی است و ایالات متحده باید این دارایی ها را بدون هیچ قید و شرط آزاد کند نشست و شورای امنیت در حال برگزار می شود که هنوز هم کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی واگذار نشده و نشست های مربوط به افغانستان بدون نماینده امارت اسلامی در این سازمان برگزار می شود.